سازمان عدالت برای ایران در گزارش به سازمان ملل متحد وضعیت پناهندگان افغان مقیم ایران را رقتبار دانسته گفته است. ظرف چند ماه گذشته اقدامات تازه مبنی بر وضع محدودیت بالای پناهندگان افغان در این کشور صورت گرفته است. این سازمان در گزارش تحت عنوان ایران منطقه افغان ممنوع از سازمان ملل خواسته جلوه خروج اجباری و ابطال مدارک قانونی افغان ها از سوی ایران را بگیرد. تمامی اقدامات اخیر نشان می‌دهد که دولت ایران سعی دارند پناهندگان افغان را وادار به ترک این کشور کند، در حالی که شرایط در افغانستان برای بازگشت آنها مناسب نیست. اقامت افغان‌ها در ایران محدود به شهری است که در آن زندگی می‌کنند و وقتی مجبور شوند آن شهر را ترک کنند، مدرک اقامتشان باطل می‌شود و آنها در واقع به مهاجر غیرقانونی مبدل می‌شوند. نه تنها از امسال است، سال‌های سال است که مهاجرین بیچاره در ایران، در پاکستان، در دیگه کشورها که شما میبینید شاهد هستید که در طول راه بیچاره به چه رقم کشته میمونن، در کشتی ها میرن، چقدر حیات خود را در خطر میمونن، همهش از بیکاری و مجبوریشان هست میرن. اگر نه هیچ کس خوش نیست که از خانه خود بیجا شود و حکومت هم هیچ توجهی درست نکرد. رفت همه به حیات شد و از وزارت خارجه شد و به ایران رفتن که ایرانی ها گپ زدن. بازار افغان غیر قانونی تا که به اصطلاح ایرانی ها پروندهش بسته شود بدونی ددار زده میشه، اعدام شدن. از سوی همین سازمان در بخش دیگر گزارش خود، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در قبال پناهندگان افغان متهم کرده گفته است امضای طرح بازگشت داوطلبانه دولت افغانستان با ایران به وضعیت افغانها مؤثر واقع نشده، بل به نقض حقوق شهروندانش در ایران کمک بیشتر کرده است. یکی از دلایلی که دست ایران را در نقض حقوق بشری پناهندگان افغان باز گذاشته این است که کمیسارای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به وظایف خود در قبال پناهندگان افغان در ایران عمل نکرده است و دولت افغانستان هم میداند که شرایط برای بازگشت شهروندانش مناسب نیست. اما نه تنها به طور جدی با برنامه اخراج این افراد از ایران مخالفت نکرده، بلکه از طریق امضای طرح بازگشت داوطلبانه به نقض حقوق شهروندانش در ایران کمک کرده است. از طرف کشور ایران یک موضوع نو نیست. ما چند قبل شاهد بودیم که مانع ورود افغانهایی که در ایران مهاجر هستند به پارک ها شدن. یعنی در گذشته هم کشور ایران هر ظلمی که خواسته بالای مهاجرین افغانی در ایران ظلم کرده و متاسفانه از ضعف دولت افغانستان بوده و هیچگاهی هم دولت افغانستان خاصتا حکومت و شخص رئیس جمهور به این مورد توجه خاصی نداشت. با گفته خانم صدر، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سالانه نزدیک به 1,000,000 پناهنده افغان پول به دست می آورد، اما پول های دریافت شده به جای مصرف در امور مهاجرین در برنامه بازگشت آنان به افغانستان به مصرف می رسد.